بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به خبر دوشنبه 22 سنبله که برابر می شود با 13 سپتامبر. سرخط خبرها. فراخوان سازمان ملل برای کمک 600 میلیون دلاری به افغانستان. جامعه بین‌الملل باید راههایی را برای دسترسی به پول نقد برای افغانستان باید پیدا کند تا اقتصاد این کشور نفس بکشد. تمرکز سفر وزیر خارجه قطر به کابل روی شکلگیری حکومت فراگیر. دستاوردهای مردم افغانستان به شمول حقوق زنان و نقششان در توسعه افغانستان باید حفظ شود. از سرگیری پروازهای تجاری خارجی از فرودگاه کابل. آزمایش موشک کروز از سوی کوریای شمالی. و درخواست سرمایه گذاران برای آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان. وقتتان بخیر. سازمان ملل متحد در نشست فوق‌العاده این سازمان خواستار کمک 600 میلیون دلاری از کشورهای کمک کننده به افغانستان شد. در این نشست آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان وضعیت حقوق بشری در افغانستان را بحرانی گفته. هشدار داد که سقوط کامل اقتصاد افغانستان نتیجه فاجعه باری برای مردم خواهد داشت. بیشتر با روحید اندیشمند. نشست فوق‌العاده سازمان ملل متحد روی وضعیت حقوق بشری افغانستان برگزار شد. ظاهراً وضعیت آوارگان همه نمایندگان کشورهای جهان را نگران ساخته است. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از همه نمایندگان کشورها می خواهد که به وضعیت حقوق بشری در افغانستان توجه جدی کرده تا مانع فاجعه انسانی در این کشور شوند. جامعه بین‌الملل باید راههایی را برای دسترسی پول نقد برای افغانستان باید پیدا کند تا اقتصاد این کشور نفس بکشد. سقوط جمعی نتایج فاجعه باری برای مردم خواهد داشت. خطر بی‌ثباتی در کشورهای همسایه را نیز بیشتر خواهد کرد. پیش از این هم سازمان ملل متحد هشدار داده بود بیش از 18 میلیون انسان در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارد. از این رو شورای امنیت سازمان ملل یک بار دیگر درخواست داده است تا کشورهای جهان هرچه زودتر کمک‌هایشان را که به بیش از 600 میلیون دلار می‌رسد برای رسیدگی به وضعیت بشری بی‌جا شدگان در افغانستان اختصاص دهند. ما به نظارت خود از انتقال قدرت در افغانستان به گونه کامل ادامه می‌دهیم. ما باید به گونه دست جمعی مردم افغانستان را کمک کنیم تا این بحران مهار شود، اما در حال حاضر اولویت ما باید وضعیت حقوق بشری باشد. اتحادیه اروپا به گونه کامل متحد به کمک برای مردم افغانستان است. ما به کمک های بیشتر خود ادامه می دهیم. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، هزارها تن نه تنها در داخل بلکه به کشورهای همسایه و جهان بیجا شدند. هم‌اکنون صدها تن از خانواده‌ها در مرز پاکستان در انتظار ورود به این کشور هستند. پاکستان می‌گوید تا زمانی که حکومت افغانستان مستحکم نشود، در مورد سرنوشت این پناهجویان تصمیم گرفته نخواهد شد. ما نباید فراموش کنیم که میلیون ها افغان در کشورهای میزبان پناهنده هستند. مطابق با مسئولیت های اصلی جامعه بین المللی و تشریک مساعی جامعه میزبان باید حمایت شوند. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، افغان ها به گونه فوری به غذا، دارو، خدمات بهداشتی، آب سالم و محافظت نیاز دارند. سازمان ملل و دیگر سازمان ها خواستار کمک های هرچی زودتر برای 11 میلیون نیازمند افغان تا پایان سال جاری میلادی شده است. تشکیل حکومت همشمول بخشی از هدف سفر وزیر خارجه قطر به کابل بوده. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی میگوید که در دیدار با رهبران طالبان بر حفظ دستاوردهای مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان و نقش آنان در توسعه افغانستان تاکید کرده. وزیر خارجه قطر همچنان بر مشارکت جهان با طالبان در برابر تعهدات آنان پافشاری میکند. در همین حال امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه میگوید که در این دیدار روی عادی سازی پروازها از فرودگاه کابل و رسیدن کمک‌های بشری به افغانستان نیز گفتگو شده.
قطر پایگاه سیاسی طالبان پیشتر از دیگران گفتگوهای سیاسی با دولت طالبان را رقم زد. وزیر خارجه این کشور از نخستین مقام‌های بلندپایه خارجی است که در دولت طالبان به کابل می‌آید و با رئیس دولت و شماری از مقام‌های ارشد بیشتر روی ترکیب کابینه، تشکیل دولت فراگیر گفتگو می‌کند. ما همیشه از طالبان و حکومت خواستیم و دیروز این تقاضا را تکرار کردیم که دستاوردهای مردم افغانستان به شمول حقوق زنان و نقششان در توسعه افغانستان باید حفظ شود. این مقام قطری به گونه جداگانه با عبدالله عبدالله و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز دیدار کرده است. آقای عبدالله گفته که او و حامد کرزی در دیدارشان با وزیر خارجه قطر درباره اوضاع کشور و ایجاد یک حکومت همشمول گفتگو کردند. تحولات و سیاسی وضعیت پاره بانده نغیوال سرد اسلامی امارت افغانستان اگر که حکومت پالیسی ده و دو سرد کاری که ساتل دقیقه موضوعات مجموع که دقیقه کل اگر موضوعات رو چه بحثون اپنیم شد. همکنون چندین کشور غربی از قطر خواستند که در تخلیه افراد آسیب پذیر از کابل پادرمیانی کند. چگونگی نقش قطر در فعالسازی دوباره فرودگاه کابل و زمینه‌سازی برای رسیدن کمک‌های بشری به افغانستان بخش دیگر از آجندای دیدار مقام‌های قطری با دولت بوده است. قطر منزگلی تو با که جدی طالبان و تازه زوان رژیم سر اڑیکی ورسر جنگی که پا دیکی هم دوی لبی گیری که علاوه دیدینا قطر دی زان دی پارا هم کار کوي. نړیوال سره هم موږ په تفاهم لګیایو ان شاء الله چې موږ داسې وحد ته بنر رسیدو چې یادی نړیوال لوري دلته بندیزونه ولګول شي یا داسې مشکلات رامنځته شي چې هوادوال د فقر او د احتیاجی او د نورو مسایلو سره مخ شي. با این حال شهروندان از حکومت تازه انتظارهای دارند. ټول شموله او هم شموله حکومت اعلان کړي تر څو په کې هر سړی خپل ځان ویني هغه قدرونه چې په هېواد کې دي له هغوی نه باید استفاده وشي. نیت راشي مو کاروبار هم ښه کېږي او موږ ډېرو ته خوشحاله یو، موږ دې ته راضي یو. حکومت جدید امیدوار است که رابط سیاسیش با کشورهای خارجی گرم خواهد شد و خیلی از این کشورها دولتشان را به رسمیت خواهند شناخت. آقای انجینیر شهاب لیوال عضو رسانه‌ای یا مطبوعاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ رو اینجا در استودیو با ما هستند. بیشتر در مورد سفر وزیر خارجه قطر با ایشان صحبت میکنم. آنچه بحث حکومت همشمول هم بار دیگر مطرح شده. خیلی خوش آمدین. ممنون از حضورتان. چرا بار بار روی حکومت یا تشکیل حکومت همشمول تاکید میشه از طرف جهان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. سلام به شما و به تمام بیننده های شما. چنانی که شما در جریان هستین، افغانستان یک مرحله بسیار اساسی را پشت سر گذاشتن، مرحله‌ای که اشغال افغانستان به پایان رسید و لله الحمد نظام اسلامی که خواست ملت افغانستان از 43 سال بدین سو بود قایم شد و انشالله این نظام در حال پایه‌گذاری و در حال خدمات رسانی به ملت ما است و جامعه جهانی یک تشویش خامخامی داشته باشه، مخصوصا امریکا در افغانستان شکست استراتژیک، نظامی، سیاسی و اقتصادی خورده. امریکا از چنانی که امیرالمؤمنین رحمه الله 20 سال قبل گفته بود و پیشگویی کرده بود، امریکا از تکتازی و تکقدرتی جهان، یعنی از سر لست به پایین لست آمد. این یک شکست جبران ناپذیر به اینا بود. بحث ما روی حکومت همشمول هست. درست است. آمدیم برای امی تشویش حکومت همشمول. یعنی برمیگرده این تشویش دوباره دست امریکا و استخبارات منطقه داری است. اینا حکومت همشموله در اذهان مردمی ها، در اذهان ممالک جهان یا ممالک هم منطقه امی بحث را تازه میکنن تا ایرادی بالای حکومت یا نظام امارت اسلامی بگیرن. در حالی که از اینا پرسان وزیر خارجه قطر زمانی که مسئله را مطرح میکنه بخش از استخبارات منطقه؟ نخیر، ما با کشور قطر روابط بسیار تنگ ناتنگ داریم. کشور قطر با ما در سخت‌ترین حالت
دست دوستی داره و امو اخوت اسلامیشان را ادا کردن و اونا من حیث نماینده های یکی از نماینده های ملت اسلامی به افغانستان آمدن و همرازی و همکاری خود را اعلان کردن و ابراز کردن که در حکومت همشمول که لله الحمد نظام اسلامی خودش حکومت همشمول است. نکابین بیاین ما تفکیک بکنیم کابینه امارت اسلامی را با کابینه های نظام قبلی. ما روی کابینه نیست روی آقای درست از روی حکومت همشمول است. من برگردم پس به همون مورد اول. وقتی که وزیر خارجه قطر می تاکید میکنه بله. روی تشکیل حکومت همشمول یکی بله. از کشورهایی که رابطه خوبی به قول خودتان با طالبان داشت در گذشته هم، اما سوال اینجا مطرح میشه چرا از طرف قطری ها بار دیگر تاکید میشه در کنار سایر کشورهای جهان؟ ببینین هر کشور در ابتدا منافع خود را در نظر میگیره و بعدا بر سلسله روابط خود پیشنهاداتی برای دوستای خود میداشته باشه. اهداف حکومت قطر خامخا کلی نیست که اینا خامخا بگوین ایراد 100% بالای کابینه و یا بالای حکومت که فعلا تشکیل شده داشته باشن. اینا تاکید میکنن، اینا ابراز میکنن که حکومت همشمول یعنی تمام ملت در خود را ببینن. یکی از نظر ایناست و این یکی از تشویشاتی است که خود رسانه های افغانستان ایره بر در اذهان مردم یعنی با عامیانه بگیم پیچکاری کردن. یعنی حکومت همشمول در حکومت همشمول ببینین ما حکومت را حکومت اسلامی کلن از طرف شیوخ از طرف علمای دارا میشه، اما در کابینه کلن افراد کادر افرادی که از هر قشر باشه و از مسلکای در مؤثر باشن دکترا داشته باشن و در هر وزارت مثلا در وزارت های مسلکی افراد مسلکی به کار گماشته میشه و در حالت کنونی هم بس روی قطر بود بس داره به دیگه طرف میره، اما در کنار ازی وقتی که تاکید میشه از طرف آقای محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روی حفظ دستاوردهای مردم افغانستان بله. این چه پیام را داره؟ درست است. اگر شما بگوین که دستاورد 20 ساله در افغانستان زیر سوال رفته، برای ما شما بگوین کدام دستاورد زیر سوال رفته؟ نه من اینجوری سوال نکردم. ببینید آقای محمد این مورد را مطرح کردن. بله. این چه پیام می رسه؟ پیامی است که یعنی دستاوردی که در افغانستان حقوق تمام ملت باید حفظ شود، حقوق رسانه ها باید حفظ شود، حقوقی که شریعت و اسلام برای مسلمان ها داده باید حفظ شود، نه حقوقی که مثلا دموکراسی و نظام های غیر اسلامی داده. این یک بحث جداگانه است. اونا که تاکید دارن بر حقوق همگانی است، حقوقی که شریعت برای مردم داده. این یکی از خواستای ما هم است، خواستای ملت هم است که باید دستاوردهای 20 ساله ببینین. دستاوردهای 20 ساله اگر چنانی که حکومت قبلی میگفت یا آزادی بیان است، درست است، آزادی بیان حفظ شده، تا به حال هیچ رسانه‌ای تهدید نشده، حقوق زنان حفظ شده. ما میخوایم پرسش را واضح‌تر داشته باشیم. بله. آقای محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در دیداری که با رهبران طالبان داشتن میاین واضح میگن که حفظ دستاوردهای مردم افغانستان یکی از مواردی باید باشه که طالبان به او تمکین داشته باشن یا توجه کنن. بله. همین مورد چی را میرسونه؟ چرا حفظ دستاوردها؟ برداشتتان از این؟ یعنی حفظ دستاوردها در افغانستان ما شخصی خودم هیچ برداشتی ازی کرده نمیتونم، به خاطر که ما دستاورد کلی برای ملت خود نداریم، نه اقتصاد قوی داریم که باید از او حفاظت میشده حفاظت شود، نه امنیت کلی داشتیم که فعلا ما امنیت را آوردیم، نه یک تخصص کلی در یک بخشی ما داشتیم. از کدام دستاورد مثلا اونا یاد کردن؟ شما اگر از ما سوال بکنین شما واضح‌تر برای ما بگین هدف شما یا هدف اونا که از دستاوردها بودن. من تفصیل شما را خواستم داشته باشم. درست است، تفصیل ما متضمن امنیت کلی بر ملت هستیم، ما متضمن دستاوردهایی که در افغانستان دستاوردهای بنیادی بوده ما متضمنش هستیم، چنانی که مردم هر تعبیری میکنن. اما در کل ما چیزی نداریم، حکومت قبلی یا اداره قبلی یه تو یک دستاوردی بر ملت ما به جا نگذاشته که ما او را زیر سوال برده باشیم یا او را ما زیر تهدید نظام ما رفته باشه. فقط مسئله حقوق زنان است که از دید شریعت به او دیده میشه. یعنی اونا ناخوانده و ناسنجیده این مورد هدف تمام بیشتر تشویش جهان
کلن فوکسشان سر حقوق زنان است. فکر کنم هدف ما و هدف شما همی باشه که اونا تشویش دارن که به زنها چنانی که قبلا حقوق داده شده بود. ما هدفی ندارم، فقط خواستم مورد و شریک بسازم باشم. اما در کنار از این بحث هم اگر بریم، چون تفره رفتیم به این مسئله، اما وزیر خارجه قطر تاکید میکنه به مشارکت جهان با طالبان در برابر آنچه که تعهد شده. بله. این بحث پافشاری را هم به دنبال داره. درست است. جهان چه کار باید بکنه به طالبان؟ ابتدا باید طالبان با جهان تعامل داشته باشن. درست است. چنانی که ما در کنفرانس دوحه پیمانی با امریکا منعقد شد و امضا شد، به او هدف قطر کلن امی پیمان بوده که به این پیمان باید پابندی بشه. 29 فبروری. بله، به این پیمان پابندی بشه و چنانی که امارات اسلامی با اونا فیصله کرده و اونا با امارات اسلامی فیصله کرده پابند باشن، چنانی که امریکا از افغانستان بیرون شد، بر اساس تاریخ گفته بودن بیرون شدن، و همچنان امارات اسلامی هم متضمن است که بعد از این که امارات اسلامی در افغانستان حکومت را به دست گرفته، خاک افغانستان علیه منافع امریکا و خود امریکا استفاده نشه. یکی از اهداف وزیر نخست وزیر قطر این بود. و دومن روابط دیپلماتیک مخصوصا با خود امریکا، امیر روابط دوباره عادی سازی روابط و همچنان عادی سازی روابط با کشورهای غربی و اروپایی و کشورهای همسایه. اما یک بحث دیگه هم اینجا مطرح میشه. خب چیزایی که شما اشاره کردین، یک نگرانی وجود داره، این که خاک افغانستان مبادا استفاده شه، اونچه که در لابلای صحبتای تا اشاره شد. دو مورد را فراموش نکنیم. القاعده را آمریکایی ها و اروپایی ها و سایر کشورها سخن از سربلند کردنشان میزنند. در کنارش داعش، گروه دیگری که میانه خوبی با شما ندارن، نگران نیستین؟ ببینین، ما پالیسی امارات اسلامی برمیگرده به جغرافی خود افغانستان. ما اهداف بیرون افغانستان نداریم و نه اراده ای را داریم که به بیرون از افغانستان امارات اسلامی دست اندازی بکنه، و نه به هیچ کس حق میتیم که در خاک افغانستان هسته گذاری بکنن برای اهداف شخصی خودشان. این یکی از پالیسی امارات اسلامی است. و دوم، من آمدیم داعش. داعش یک پدیده بود که ما شما همه به یقین دارن که این خودش با وجود آمده از طرف سفارت امریکا بود. حتی وکلای پارلمان ایده شاهدی دادن، حتی مردم ولایت ننگرهار شاهدی میدن که هلیکوپترهای امریکایی ها چندین بار در بخش ها و ولسوالی های از ننگرهار اکمالات داعش را میکردن. با بیرون شدن امریکا تمام فساد، جنگ و جنگ های تحمیلی، انفجارات و قتل عام ملت ما انشالله از بین رفته و داعش هیچ نوع حضور فیزیکی و حتی حضور میدیایی نخواهد داشت. سوال ها خیلی زیاده است، اما نیاز است که جمع کنیم صحبت ها را، چون خبر است. فکر میکنین به این زودی ها رابطه تان با جهان به صورت عادی در بیایه؟ ببینین، ما با جهان ثابت ساختیم که ما گروه تروریستی نبودیم و نیستیم. هیچ جهان ثابت نتونست که امارات اسلامی علیه منافع هیچ کشوری اقدام کرده باشه، جز تبلیغات رسانه‌ای و جز تبلیغاتی که امریکا و سفارت امریکا و استخبارات امریکا علیه ما به کار می برد. و به همین منظور هم مخصوصا ممالک اروپایی، ممالک که فیلحال در قدرت شدن هستن، می خواهن از تکتازی امریکا خود را بیرون بکنن. اونا روابط تنگناتنگ با امارات اسلامی دارن و در مخصوصا روسیه است، چین هست، بریتانیا هست، آلمان هست، کانادا هست. اینا روابط دیپلماتیک خوبی با امارات اسلامی دارن و ما توانستیم که با اینا روابط سالمی را برقرار بکنیم و ما بر مردم خود و بر دنیا ما اطمینان میتیم که ما روابط این کشور را چنانی که قبلا بود از او بهتر و مستقلتر با اونا برقرار خواهیم کرد. پس فکر میکنین که پولای افغانستان که فریز شده یا منجمد شده به این زودی ها باز شوه و در دسترس حکومت آینده و در عین زمان در دسترس سرمایه گذاران و سکتور خصوصی قرار بگیره؟ نزدیک به 3 میلیارد دلار از شهروندان است که اینجا سرمایه گذاری کردن. درست است. ببینین، این بخش اقتصادی است و مسئولین اقتصادی ما در این بخش فعالیت خود را آغاز کردن. سیاست اقتصاد را متاثر نخواهد ساخت؟ از این زاویه وارد شد. ببینین، ما همیشه میگیم که اقتصاد مادر سیاست است. اگر اقتصاد نداشتیم سیاست سالم هم نمی داشته باشیم. اما حالا این اقتصاد دگره سیاست است. ما ببینین، حتی اگر ما میتونیم، اگر که یک کوچکشی هم که می داشته باشیم، خانه ای که انتقال میتیم به خانه دیگه مدت زمان در بر میگیره.
و ما هم یک پس این نیازمند زمان است. زمان است. بسیار تشکر انجینیر شهاب لیوال عضو مطبوعاتی وزارت اطلاعات فرهنگ. سلامت باشید. وقفه میگیریم، پس از وقفه خبرها همچنان ادامه خواهد. ادامه خبرها. پروازهای تجاری خارجی از فرودگاه کابل امروز آغاز شد. مسئولان در این فرودگاه میگویند که امروز یک پرواز از کابل به اسلام آباد صورت گرفته و شماری از مسافران کشور هم و خارجی به پاکستان انتقال داده شدند. به گفته این مسئولان روند انتقال مسافران از این فرودگاه به حالت عادی برگشته و تا چند روز دیگر چندین پرواز از روسیه و ترکیه هم به کابل صورت خواهد گرفت. با این حال مسئولان فنی در فرودگاه کابل میگویند که کارهای فنی این فرودگاه نزدیک به تمام شدن است و تا چند روز دیگر کارهای رادار فرودگاه هم تکمیل خواهد شد. اکبر لودین. پس از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، نخستین پرواز تجاری خارجی به روز دوشنبه از فرودگاه بین المللی کابل به پاکستان صورت گرفت. مسئولان در فرودگاه کابل میگویند که در این پرواز حدود 65 مسافر داخلی و خارجی با هواپیمای پی‌آی‌ای پاکستان به اسلام آباد و نیز شماره هم از اسلام آباد به کابل منتقل شدند. و گفته مسئولان در یک پرواز دیگر نیز شماره از شهروندان خارجی به درخواست ایالات متحده آمریکا به قطر منتقل شدند. پاکستان هیواد هم یو تعداد مسافر ورونه دلته بند پاتی ولو او یو تعداد افغانستان ولس مسافر الته بند پاته و چون سی نور لزمینی لاری مشکلات زیات ولو دیغو په بار بار غوښتنه باندې سیدا مشکل باید حل سی نو غوته په کتو سره پیایي یو تیار رالس یو تعداد مسافر دلته راول او یو تعداد یو با گفته مسئولان در فرودگاه کابل بیشتر کارمندان قبلی این فرودگاه به شمول چندین خانم به کارهایشان برگشته و کارهایشان را آغاز کردند. دی مول مشرانو دی اجازه په صورت کې بیا یو تعداد هغه خزینه کارکونکو ته سیمخ کې دلته کار کول ټول نه دی راغلی ټول به بیا سی امارت اسلامي حکومت فیصله دی دی دندو په حق کې وکی بیا باغه وخت موږ ټول پرسونل راغوړو. مسئولان فنی در فرودگاه کابل میگویند که بیشتر کارهای فنی این فرودگاه تکمیل شده و تیم‌های تکنیکی قطر و ترکیه در تلاشند تا به زودی سیستم رادار را نیز فعال کنند. و گفته این مسئولان تمام کارمندان بدون وقفه در تلاش عادی سازی پروازهای داخلی و خارجی هستند. همه مقام های فرودگاه غیر نظامی به علاوه کارگران متخصص محلی روز شب کار سختی را انجام می دهند. شما می دانید که تیم های تکنیکی قطر و ترکیه به کابل آمدند و در تلاش فعالسازی سیستم رادار در فرودگاه هستند. به گفته مسئولان در فرودگاه کابل از زمان پایان روند تخلیه شهروندان خارجی و همکارانشان از فرودگاه کابل تا کنون چندین پرواز کمک های بشردوستان از سوی قطر، امارات متحده عربی، بحرین، پاکستان و قزاقستان صورت گرفته است. و گفته مسئولان تا چند روز دیگر پروازهای ترکیه و روسیه نیز به کابل صورت خواهد گرفت. شرکت هوایی آریانا خواستار همکاری خارجی برای سرگیری پروازهای بین المللی شد. رئیس این شرکت میگوید که بیشتر شهروندان افغانستان که در هند، امارات متحده عربی و ترکیه گیر ماندند، مدت ویزایشان پایان یافته و در حالت بدی به سر میبرند. به گفته رئیس این شرکت، هواپیماهای این شرکت در حال حاضر تنها توان پرواز داخلی را دارد و در صورت همکاری جهانی پروازهای بین المللی هم آغاز خواهد شد. اکبر لودین. بزرگترین شرکت هوایی دولتی افغانستان خواستار کمک جهانی برای آغاز پروازهای بین المللی شد. مسئولان در شرکت هوایی آریانا افغان میگویند که این شرکت با 3 هواپیما در حال حاضر تنها توان پروازهای داخلی را دارد و در صورت کمک‌های جهانی پروازهای خارجی را نیز آغاز خواهند کرد. به گفته رئیس شرکت آریانا افغان، آنان منتظر توافق متقابلند و در صورت پاسخ مثبت پروازهای بین المللی را نیز آغاز خواهد کرد. موږ درې تیارې اوس فلحال آماده پرواز ته دي چې د داخلي پروازونه کوو او خارجي هم کولای سو. موږ فقط او فقط هغه د اوانوردۍ د وزارت او بهرنیو ملکونو هغه توافق ته موږ منتظر یو چې دوی خپل منځ کې توافق وکړي. مسئولان در شرکت هوایی آریانا افغان میگویند که شمار از افغانهایی که در هند، امارات متحده عربی و ترکیه گیر ماندند، مدت ویزای آنان پایان یافته و توان پرداخت تکت را ندارند. موږ ډېر ژر په ډېر
تلوار باندې ورته منتظر چې مرتشر اجازه د پرواز راکړي، ځکه زما په هند کې په اماراتو کې په ترکیه کې زما افغانان چې هلته مریضان تللي دي، مریضان ډېر په سخت تکلیف کې پراته دي، د جیب خرڅ نه لري، ویزې ختمې شوي دي، د اتاقونو څخه د وټنونو څخه د باندې نهسه راوتلی. با این حال مسئولان در فرودگاه بین المللی کابل می گویند که بیشتر هواپیماهای شرکت هوایی آریانا افغان در زمان تخلیه شهروندان خارجی و همکارانشان از فرودگاه کابل زیان دیده و در حال حاضر این شرکت نیازمند کمک های جهانی است. آریانا افغان هوایی شرکت با کمکونو تالتیا لرید زکری دی هم تیاری آقا وقتی امریکایان دلتولو موجودی، ولی اگه تا په کافی اندازه باندې تخنیکی ستونزې رسیدلې دي، مشکلات یې زیات دي، نو کومکو ته اړتیا لري وخت سیدی سره کومکونه وسی. آریانا افغان هوایی شرکت کولای شي د نورو هیوادونو د تیارو په څیر باندې دی هم خپل پروازونه خارجي هیوادو ته وکولای شي. خطوط هوایی آریانا افغان روز شنبه پروازهای داخلی خود را از کابل به هرات، مزار شریف و قندهار از سر گرفت. وقفه. ادامه خبرها. برخی باشندگان کابل در کهنه فروشی ها وسایل خانهشان را میفروشند. خانواده هایی که دست به فروش لوازم خانهشان زدند میگویند که به شغل دسترسی ندارند و با فروش لوازم سعی میکنند که خانواده خود را از گرسنگی نجات بدهند. آنان از طالبان میخواهند که با اشتغال زایی بپردازند تا خانواده ها از بحران اقتصادی بیرون شوند. برخی کهنه فروشان هم میگویند که خانواده ها یا به خاطر بیرون شدن از افغانستان و یا هم به دلیل نداشتن پول برای دوام زندگیشان دست به فروش دار و ندار خانه ایشان میزنند. در این گزارش. چمن حضوری کابل، بازار کهنه فروشی که تازه سر سامان یافته است، از مبل و فرنیچر گرفته تا اجاق گاز و ملاقه اینجا پیدا می شود. همه دار و ندار خانواده های هستند که تحول های افغانستان آنها را تنگ دست ساخته است. برخی ها می گویند که عدم دسترسی به شغل سبب شده تا لوازم خانه را به کهنه فروشی بیاورند و در بدل آن پول نقد به دست بیاورند. پول نقدی که چند روز هم اگر شود چرخ اقتصادی خانواده را بچرخاند. نیست کاروبار نیست، به خاطر کاروبار ما مسئله کردیم، سبایش ما چی رو بخورم کاروبار از دولت اسلامی میخواییم برای ما کار هم چون ما کاروبار نداریم، امروزی رو فروختیم سبا چی رو بفروشیم. در میان لوازم خانه ها وسایل نو نیز دیده می شود، وسایلی که شاید برای آسایش و آرایش خانه خریده شده بود، اما امروز با بهای اندک دوباره در بازار کهنه فروشی اینجا بلیلام رفته است. باروی کار آمدن طالبان برای مردم دسترسی به شغل پرچالشتر شده و در مقابل بهای کالا به ویژه مواد اولیه بالاتر رفته است. از اینکه مردم بیچاره و آواره شده، همگی آوردن اجناس خود به خاطر فروش، شاید خود به سرپناه ساختن به خاطر از اینکه تحولاتی که در چند روز پیش آمد، همین باعث شد که قدر بیروبار ازدام مردم است. تنها بیکاری عامل فروش لوازم خانه برای برخی ها نیست. شمار قصد ترک کشور دارند و از همین رو داشته های خانه ایشان را به بازار می آورند. کهنه فروشان هم اینجا کسانی هستند که در پی تحول سیاسی کارشان را در دولت از دست دادند و اکنون به کهنه فروشی پرداخته اند. سرنوشت دولت هم معلوم نیست. حالا مدت یک هفته میشه که نمیشه می کاروبار کهنه فروشی رو شروع کردیم و مردم هم مجبور هستند. بسیاریش آلمان خود سودا میکنند که خارج برند و بسیاری ازیا که پول ندارند دمیج دمی کابل دیا دمیج زندگی میکنند و از خاطر مجبوری آلمان خود سودا میکنند. در این میان سازمان ملل هم هشدار داده است که انجماد حدود 10 میلیارد دلار دارایی های افغانستان باعث رکود شدید اقتصادی می شود و می تواند میلیون ها افغان دیگر را به فقر و گرسنگی سوق دهد. نمونه پیامد این هشدار را در کابل می توان دریافت. اداره های دولتی در هرات هنوزم به گونه کامل باز نشدند. به ویژه اداره های همچون توزیع شناسنامه های برقی، پاسپورت، ریاست ارتباط خارجه و بیشتر بخش های دادگاه این ولایت بسته هستند. بیشتر از یک ماه از حضور طالبان در هرات می شود. اما مردم همچنان به خاطر حل مشکلاتشون روزانه به اداره های مختلف دولتی سرگردان هستند. در این گزارش از همکارم.
بیشتر اداره های دولتی در اینجا کنار هم قرار گرفتند. مجتمع اداری ولایت هرات، جایی که در روزهای گذشته صدها تن مراجع کننده داشت. اما این روزها تعداد مراجع کنندگان به دلیل اینکه خیلی از ادارات فعال نیستند، روزانه سرگردان هستند. همانند اینجا دروازه دادگاه هرات. روزانه ده ها نفر اینجا به خاطر حل مشکلشان صف میکشند. تنها در ولایت هرات بخش محکمه استیناف فعالیت داره و دیگه در تمام بخش های حقوقی فامیلی کلاکی مسدود است. تقاضای ما از امارت اسلامی می است که بخش های را کاملا فعال بسازه. 4 میلیون جمعیت پر پیرات کو سیرو په 4 میلیون که تایوان محکمه شروع کړه په وی محکمه کې هیڅ کار نه کیږي. هیڅ بخښمند او ډیر خښمند خلک ډیر مشکلات لري. خلکو مشکلات بعد رسیدګي وي کې د شل کال مشکلات خلکو په پاتری په دیرات کې تایوان محکمه شروع کړه په وی محکمه هیڅ نه کیږي. با این حال هنوز اداره های شناسنامه های برقی، پاسپورت، ریاست ارتباط خارجه و بیشتر بخش های دادگاه هرات غیر فعالند. مسئولان دادگاه استیناف هرات میگویند هنوز چارچوب اداری تشکیل نشده است و فعلا تنها به شکایات شهروندان در محکمه استیناف رسیدگی می شود. فقط بعضی بخش هایی که قبلا در اینجا فعال بوده، در حکومت قبلی فعال بوده، مانند دادن نکاح‌نامه و مانند بعضی از قضایایی که در اون محکمه ها نیم فیصله مونده بوده، اونا فعلا در حالت انتظار است تا از طرف اداره عالی محاکم ما کدام دستور داده شه باز راجع به سوی از اینا اجراات میشه انشاءالله. پیش از این بارها مسئولان در بیشتر ادارات دولتی هرات گفته بودند که کارمندان ملکی میتوانند دوباره به کارشان همانند گذشته ادامه دهند. اما آنگونه که دیده میشود بیشتر بخش های ادارات دولتی یا بسته هستند و یا هم کارمندان حضور ندارند. بیشتر از ریاست ها فعال ریاست ها کار میکنه و یک دو ریاست که فعال نبود همون ترتیبات کاری از نا یا همون مسئولین که در اداره کار میکردن برنگشتن، هنوز یا آمادن و ترتیب کاری نا پلان کاری نا درست نیه. رو هم پلان کاری نا و ترتیب کاری نا همون مدیریت ها از نا کار کرده میشه، برنامه است و از رو برنامه ان شاء الله آغاز به کار میکنن ان شاء الله. باشندگان هرات در شهر و ولسوالی ها روزانه برای حل مشکلاتشان به اداره های مختلف مراجعه میکنن، اما تجمع مردم در دادگاه بیشتر است. آنها انتظار دارند که هرچه زودتر فعالیت اداره های دولتی شروع شود تا کارها روند عادی خود را بگیرد. دومین محموله کمک های سازمان جهانی بهداشت از راه دهلیز هوایی به فرودگاه بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف رسید. مقام ها در بلخ می گویند که این مواد که بیش از 16 تن مواد خوراکی و دارو می باشد توسط یک هواپیمای پاکستانی به مزار شریف انتقال داده شده است که قرار است به افراد آسیب پذیر و مراکز درمانی در شمال کشور توزیع شود. سرپرست ولایت بلخ می گوید این هواپیما که حامل 16 تن مواد خوراکی و دارو می باشد از کمک های سازمان جهانی بهداشت است و می تواند نیازمندی های ابتدایی خدمات طبی را در بلخ و دیگر ولایت های شمالی کشور مرفوع سازد. امارات اسلامی پلان شمی است که این مواد با مردم غریب بیچاره ما شما که روزگارشان سخت است و واقعا مستحق همکاری باشه از طریق ریاست حوادث مواد غذایی از طریق زاکی است توزیع میشه و مواد طبی که است از طریق ریاست صحت عامه و شفاخانه ها و کلینیک ها که دوردست است داخل شهر است مردم برش ضرورت دارد. در همین حال کنسول پاکستان در مزار شریف میگوید هواپیمای حامل این کمک را حکومت پاکستان تهیه کرده تا این مواد را به مزار شریف انتقال بدهد. به گفته وی کشورش در تلاش است تا کمک های بیشتر جامعه جهانی را به افغانستان جلب کند. امروز یا دا کمک پا پراتلون ورزو کنیم جاریوی دا زمین و دا ملک و زمین دا حکومت کمیتمنت مینیفیسټیشن دی چې موږ په دې مشکل وخت کې د خپل افغانستان رونو او خویندو سره ولاړو او موږ انټرنیشنل کمیونټی هم ریکوست کوو چې هغه مخکې راشي. سرپرست ولایت بلخ میگوید طالبان کاهش چشمگیری در تعرفه های گمرکی مد نظر گرفته تا مواد اولیه که از طریق بندر حیرتان به افغانستان وارد می شود برای مردم به بهای ارزان عرضه شود. کوشش زیرا داشتیم که راواز شود امرای ازبکستان کشور همسایه ما شما مجلس کردیم الحمدلله که حالا هم تجارت ما شما از طریق مواد وارد میکنه او امارات اسلامی چیزی که ترحم و شفقتش بالای ملت مردم خود است و ای است که به حساب گمرکات امارات اسلامی خیلی تخفیف کرده به خاطر اینکه
همین مواد های کمک اولیه یه به قیمت خیلی ارزان به وطن ما شما وارد شد. این اظهارات مقامات محلی بلخ در حال صورت می گیرد که باشندگان بلخ از افزایش بهای مواد اولیه و سوخت در بازار شاکی هستند. اما طالبان می گویند تلاش ها برای جلب کمک های بین المللی و واردات مواد خوراکی جریان دارد. رویدادهای جهان پس از رفت و برگشت. فشرده چند رویداد از جهان. خبرگزاری رسمی کره شمالی از آزمایش موفقیت‌آمیز نوع جدیدی از موشک کروز دوربرد خبر داده است. به گزارش این خبرگزاری، آزمایش‌های صورت گرفته بر روی این نوع موشک در روزهای شنبه و یکشنبه انجام شد، با موفقیت صورت گرفته است. بر این اساس، این موشک‌ها با پرواز بر فراز خاک‌های کره شمالی و آب‌های سرزمین آن به اهداف به فاصله 1500 کیلومتر ثابت کردند. خبرگزاری رسمی کره شمالی موشک جدید را یک سلاح مهم راهبردی نامیده است. ارتش آمریکا میگوید که آزمایش‌های موشکی توسط کره شمالی تهدیدهای را به همسایه‌هایش و فراتر از آن ایجاد کرده است. این نخستین آزمایش موشکی کره شمالی در 6 ماه گذشته است. موشک‌های کروز برخلاف موشک‌های بالستیک از جو زمین خارج نمی‌شوند. ایران برای واردات واکسن فایزر و مدرنا هیچ خط قرمز نداشته و ندارد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در تازه‌ترین نشست خبری خود درباره خرید واکسن‌های خارجی می‌گوید که در خصوص واکسن‌های فایزر و مدرنا هیچ محدودیتی وجود ندارد و موارد به وزارت بهداشت ارسال و از سوی این وزارتخانه تایید شده است. به گفته او ایران برای تامین نیازهای مردم هیچ خط قرمزی ندارد. همزمان وزیر بهداشت ایران گفته این کشور بهترین واکسن را در کشور تولید کرده و با افزایش تولیدات و صنعتی کردن آن در آینده دیگر نیازی به واردات واکسن وجود نخواهد داشت. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه در حال بیان می شود که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در سال گذشته خرید واکسن های کرونا ساخت آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرده بود. مرکز بهداشت ملی بریتانیا بزرگترین آزمایش جهانی خود را آغاز کرد. این مرکز با راه اندازی این آزمایش قرار است بیش از 50 نوع سرطان را پیش از ظاهر شدن علائم آن شناسایی کند. این آزمایش که گالری نام دارد و بررسی دی ام ای موجود در خون بیمار می‌پردازد تا مشخص شود آیا سلول‌های سرطانی وجود دارد یا خیر. قرار است 140 هزار داوطلب برای انجام مرحله آزمایشی اشتراک کنند تا دیده شود این روش چقدر می‌تواند مؤثر باشد. اعضای بخش سرمایه گذاری خصوصی از آمریکا و جامعه جهانی میخواهند که پولهای منجمد شده افغانستان را دوباره آزاد سازند. آنان میگویند که از میان بیش از 9 میلیارد دلار منجمد شده، حدود 3 میلیارد دلار آن از سکتور خصوصی است. بخش سرمایه گذاری خصوصی هشدار میدهد که اگر پولهای افغانستان آزاد نشود، افغانستان با سقوط اقتصادی و فاجعه انسانی روبرو خواهد شد. پس از روی کار آمدن حاکمیت طالبان، آمریکا و جامعه جهانی بیش از 9 میلیارد دلار پول افغانستان را منجمد ساخت. اکنون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و اتاق‌های سکتور خصوصی اینجا گرد آمدند و از منجمد شدن پول‌های کشور نگرانی می‌کنند. این اتاق‌ها از آمریکا و جامعه جهانی می‌خواهند که پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد سازند. با گفته اعضای سکتور خصوصی، بدون آزادسازی پول، افغانستان به عنوان یک کشور مصرفی نمی‌تواند بازار را اداره کند. تمام حساب‌ها تاجران کشور ما بسته است و نمیتونه که اضافه از یک چیزی معین استفاده کنه. ما جدا از جامعه جهانی، از مملکت هایی که سرمایه افغانستان منجمد کرده، خواهش کردنی چه در افغانستان کنگل سوی سرمایه خلاص کی پدی سرمایه کی د باغدار نیولی تر صادر کون کو تاجر پوری د ټولو تاوان دی. معاون فدراسیون اتاق‌های سکتور خصوصی افغانستان میگوید از روزی که پول افغانستان منجمد شد، هیچ بانک اجازه فرستادن پول را به بیرون از کشور ندارد. او از آمریکا میخواهد که با آزادسازی پول افغانستان جلو بحران اقتصادی در کشور را بگیرد. هر نوع شرایط که وا داره، اگر میگه که پول سیاه نرن، پول مواد مخدر نرن، پول یک قماندان نرن، پول یک کسی زورور نرن، ما حاضر هستیم تمامی اسناد که میخواین دنیا
ما برش ثابت میسازیم که پول پولی تجار است و ما به خاطر تجارت ایر روان میکنیم. مواد میخریم و پس مواد میاریم برای شما اطمینان میدیم. تحت همی شرایط پولی ما را خلاص کنن. اگر این ماشین اقتصادی خدای نخواسته دوستا یک ما دو ما دیگه ادامه پیدا بکنن واقعا یک فاجعه میشن. مسئولان اتاق صنایع و معادن افغانستان هم میگویند که پس از منجمد شدن بیش از 9 میلیارد دلار پول افغانستان، بخش سرمایه گذاری خصوصی در انتقال پول و سطح منطقه و جهان با چالش های جدی روبرو شده است. به جهانی اصول پا پزا که راشی حکومتون زی و رازی، اما عوام تا نور و خلق تا باید لکه الکوزی صاحب چه اشاره وکره، موږ د نه غواړو چې د افغانستان حکومت ته دی یا نور ته دی سلا ورکو، اما دی موږ هغه خپلې پیسې خو له اقل په دې شکل باندې دی منجمد نه کو. په افغانستان کې ورونو نړیوالو ته زموږ دا پیام دی یو ناورین را روان دی، ژمی را روان دی. در این میان اتحادیه صرافان و بانک های خصوصی افغانستان میگوید که با منجمد شدن پلها ماشین اقتصادی افغانستان با کندی میچرخد. امی پیسای یا ذخایر یا خزانه مردم افغانستان که در دنیا در هر جایی که کنگل شده یا فری شده، صدای ما سر تمام جامعه جهانی امی است که امی سرمایه مردم افغانستان، ملت افغانستان، ملت رنجیده افغانستان هر چی زودتر پس و آزاد شود. در سوی دیگر آگاهان اقتصادی هشدار می‌دهند که در صورت منجمد ماندن پول افغانستان، کشور با فاجعه انسانی نیز روبرو خواهد شد. شهروندان کشور امیدوارند که محیط باثبات و سرگیری فعالیت‌های اقتصادی محلی سرگرفته شود. آنان میگویند که به دلیل محدودیت دسترسی به کار نمیتوانند امرار معاش کنند و نیاز است که دولت بتواند بر توسعه اقتصادی و اشتغال زایی تمرکز کند. رفته رفته بازارهای کابل به فعالیتهای عادی روزمره خود پرداخته اند، اما مردم نگران عدم دسترسی به کار و دریافت مزد هستند. برخی ها میگویند که امیدوارند دولت تازه بتواند زمینه ثبات و از سرگیری فعالیت های اقتصادی را فراهم سازد تا مردم به جای تیره روزی اقتصادی به شگوفایی اقتصادی گام بگذارند. کاروبار که آمده از وقتی که طالبا به حکومت آمدند کاروبار تغییرات آمده، خرید فروش بسیار کم شده، از 100-150% کم شده. کاروبار دیگه کم شده که حکومت تغییر کرد و دومی دیگه مردم ماش نداره، دفاتر بسته. برخی از شهروندان نگران اقتصاد شکننده افغانستان هستند. میگویند که چندین ماه می شود معاش دریافت نکرده اند و اکنون هم روشن نیست که چه زمان می توانند به کار خود مثل گذشته برگردند. آنان امیدوارند که دولت و جامعه بین المللی بتوانند به مردم افغانستان کمک کنند. تشویش ما زمین اقتصاد ضعیف است. ما دید از کشورهای هم کسایی که توانمندی داشته باشند، کشورهای جامعه جهانی ما از حقوق بشر از تقاضا میکنیم که کمک کنه برای مردم افغانستان. اینجا شهر قندهار، فعالیت های اقتصادی و بازارها دوباره به حالت عادی برگشته اند. برخی بازرگانان از آنچه که تعهد طالبان برای حل چالش هایشان میخوانند استقبال میکنند. کسب و کارها شروع به شکوفایی کردند. همه بازارهایی که بسته بودند باز شدند. تجارانی که با طالبان ملاقات کردند از گفتگوهای آنها بسیار خوشحال هستند و آنها میگویند که شکایاتی که از دولت سابق داشتند برطرف شده است. بر بنیاد اطلاعات بانک جهانی، سرانه تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2020 حدود 2000 دلار بوده. نرخ بیکاری در یک دهه گذشته بالای 11% بوده است و بیش از 47% جمعیت افغانستان در سال 2020 زیر خط فقر زندگی می کردند. اما این سنجش در سال 2021 هنوز صورت نگرفته تا روشن شود که نرخ بیکاری و فقر به چه میزان رسیده است. بهای ارزها. یک دلار آمریکایی 85 افغانی و 80 پول، یک یورو 99 افغانی و 80 پول، یک درهم امارات 22 افغانی و 75 پول. از اون
تومان ایرانی، 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپی پاکستانی، 506 افغانی و 1000 روپی هندی، 1050 افغانی. عبیدالله انوری با بخش ورزشی. ملی پوشان سنوکر افغانستان رقابت های جام آسیا را با پیروزی آغاز کردند. در نخستین روز از این رقابت ها رئیس خان سنزای اولین بازی خود را با نتیجه قاطع 4-0 برابر نماینده بحرین به برتری رسید. سنزای همچنان در دومین رقابتش متمرکز و پرقدرت ظاهر شد و توانست حریف از لبنان را با نتیجه مشابه اثر را بردارد تا برای مساف با رقبای بعدی خط و نشان بکشد. سال محمد محمدی دیگر میلپوش کشور و قهرمان سابق آسیا وارد رقابت شد و در نخستین بازی خود با حساب 4-1 از صد سنوکرباز سوریه گذشت و در دومین پیکار نیز 4-0 ورزشکار از میانمار را بزانو در آورد. پس از نتایج درخشان سنزای و محمدی، نادر روحانی سومین میلپوش افغانستان خود را برای رقابت آماده می کند تا با حریفانش روبرو شود. دینه به دینه انشالله پیشت بریم در مسابقه های جام آسیایی است. یک نتایج خوب و یک دستاورد خوب با کشور خود برمیدیم. در این دور از پیکارهای آسیایی به نمایندگی از افغانستان 3 ورزشکار حضور یافتند. ما با 3 قهرمان مدال‌آور ما از کشور قطر در رویداد آسیایی و جهانی شدیم. آرزوی عزیزی داریم که بتونیم به کشور عزیز ما یک افتخار بزرگ یک دستاورد خوب قهرمانی رقم بزنیم و الحمدلله تا فعلا قهرمانان درخشش خوبی از خود نشان دادند. 36مین دور مسابقات آسیایی در دو بخش فوتبال و ششبال به میزبانی دوحه قطر با حضور ورزشکاران نزدیک به 70 کشور برگزار شده و تا 22 ماه روان میلادی ادامه خواهد یافت. در ادامه دیدارهای هفته 4 لیگ برتر فوتبال انگلیس، لیورپول به برتری 3-0 برابر لیدز یونایتد دست یافت. قرمزها با این نتیجه به امتیاز 10 رسیدند، اما با تفاضل گل کمتر نسبت به دیگر ده امتیازی ها همچون منچستر یونایتد و چلسی در رده سوم جدول لیگ برتر فوتبال انگلیس تکیه زدند. لیدز یونایتد هم با 2 امتیاز در مکان 17 قرار دارد. لیورپول این هفته در لیگ قهرمانان باید به دیدار میلان ایتالیا برود. دانیل مدودف با شکست جوکوویچ قهرمان رقابت‌های آزاد از 4 گرند اسلم این فصل تنس قهرمان شده بود. وضعیت هوای فردا. برای دیدن این مجموعه خبری مهمترین خبرهای افغانستان و جهان به وبسایت ما آریانا نیوز .af سر بزنید. رسانه‌های اجتماعی ما را هم فراموش نکنید تا درود دیگر. بدرود.